این چه احساسیه که من و تو مثل همین، از همه دنیا جدا، نه زیادین نه کمین، دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام لحظه ها تو هوا پر میزنی، دارم ست میکنم توی بیداری و خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب، این چه احساسیه که بی تو آروم ندارم، حتی وقتی با منی باز تو رو کم میارم، دارم ست میکنم خیلی نزدیکی به من، خودتو نشون بده عاشقونه حرف بزن، دارم ست میکنم مثل روزای قدیم، هنوزم کوچه عشق و من و تو خوب بلدیم، این چه احساسی که بی تو آروم ندارم، حتی وقتی با منی باز تو رو کم میارم، این چه احساسی که واسه من مقدسی، تا دلم تو رو میخواد تو به دادم میرسی، دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام دسته خواهم تو هوا پر میزنی، دارم ست میکنم توی بیداری خواهد، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب، دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام لحظه ها تو هوا پر میزنی، دارم ست میکنم توی بیداری و خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز، باز هم با یک سکوتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم، امیدواریم که اوقات به کامتون بوده باشه و ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، امیدوارم که اصلا خسته نباشید و اگر که خسته اید برنامه ما خستگی رو اصلا شما بیرون ببره. امشب در خدمت یک مهمان عزیز هستیم، ایشون کار هنری انجام میدن ولی باز کارشون یه مقداری با دیگر دوستان ما فرق میکنه، ایشون توی کار ساخت کلیپ و ساخت سرای تبلیغاتی فعالیت میکنن و دستی هم گویا تو سینمای کوتاه داشتن. من خواهش میکنم که خودشون رو معرفی بکنه برای شما تا به ادامه بحث بپردازیم. بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز. من امیر هستم، اسم هنریم آریاناس. بله. و الان هم در خدمت شما. فامیلیتون چیه جناب آقای امیر؟ حامدی نیا هستم. آقای حامدی نیا، با اون مهرداد حامدی نیا نسبت داریم؟ برادرم هستم. بسیار عالی، هر دوتون هم خیلی خوب و سرزنده این، بهتون تبریک میگم بابت این موضوع. قبل از اینکه وارد بحث بشیم با جناب آقای حامدیان عزیز، من سری شماره پیامک رو اعلام میکنم، 3089 83 89 83، عدد یک رو برای ما ارسال بکنید. لطفا دوباره اسمس نزنید چون حذف میشید. هر شب به 5 نفر 5 دستگاه لپتاپ میدیم، به 50 نفر 50 تا پکیج طلایی هدیه میکنیم و به 1390 نفر 55% تخفیف پکیج نقره‌ای تقدیم میشه. تا یه گلوی تازه بکنید و آماده بشیم برای گفتگو، بریم یه وله ببینیم برگردیم. خب جناب آقای حامدی عزیز، بفرمایید که یک معرفی بیشتری داشته باشین راجع به خودتون. شما چند سالتونه؟ من 25 سالمه. بله 25 سال. بعد مجردین؟ بله. بله. چه بله محکم. خوشبختانه یا متاسفانه. حالا راجع به این حرف میزنیم. من فکر میکنم که گاهی وقتا بذار همونجا راجع بهش حرف بزنیم. به من بگو ببینم
کارهایی که انجام دادی، کلیپایی که کار کردی، کاری که از تو الان بیرون باشه. ببین، من تو کار هم کلیپ کار کردم، هم تیزر کار کردم، هم تو سینمای کوتاه چند تا کار انجام دادم. اینا دو تا از کارامو برای برادرم انجام دادم، بله، اسمشون چی بوده؟ خاتون و به اسم عروس. بله. بعد یه به هر حال الان یه کار دستی تو کار داریم، اولوش 7-8 ساله که فعالیت حرفه‌ای ما دارم پیگیری میکنم. بله. کار خاتون و کار عروس رو تو پیشنهاد دادی برای مهرداد انجام بدی یا مهرداد ازت خواست؟ من چون قبل از اون کار میکردم، با گروه مختلفی کار میکردم، مهرداد خودش به من پیشنهاد داد که من واسه این کار انجام بدم. به جز برای مهرداد برای کسی دیگه هم تا حالا کار کردی؟ برای کسی دیگه چند تا کار الان مال دوستان هستش که دست گرفتیم و قرار واسه شون. اسمشون رو میتونی بگی؟ یکیشون کیوان هستش. کیوان؟ بله. اسم کلیپش چیه؟ هنوز اسم نذاشته؟ نه، کارشو ساخته، آهنگش در برده، دوتا کار مال اونه، ولی من هنوز آهنگش رو گوش ندادم. با هم صحبت کردیم، قرار شده با هم کار کنیم. بله. ولی کاراش هنوز به دست من نرسونده، انشالله اونم آماده شد خدمتتون. تو سینما چقدر وارد شدید؟ با کجا پیش رفتی؟ تو سینما من چند تا کار کوتاه ساختم، ولی کار بلند نساختم. با چند تا دست داشتم تو پشت صحنه، چند تا کار دستیار کارگردان. از اون اول که دستیار تصویر نور اینا بودم تا الان کار همچه کارهایی خیلی. فکر میکنی سیر خوبی رو طی کردی؟ سیر خوبه که دوستان باید بگم، ولی تو خودت بهتر از هم میتونی خودت ترجمه بکنی، تو بگو. شکر خدا. آره، خدا رو شکر. توی سینما کدوم سبکو بیشتر میپسندی؟ سبک مورد علاقت چی بوده؟ والا من بیشتر فیلمی رو میبینم که فیلم خوب باشه، یعنی فیلم ترسناک باشه؟ نه. یا فیلم کاراته‌ای باشه مثلا؟ بیشتر فیلم ها رو وقتی میبینم، میبینم عواملش کیان، کارگردان کی ساخته. اینا برات مهمه یا اون بیان اون فیلم، اون حرفی که میخواد بزنه؟ ولی به اینکه ممکنه یه بازیگری مثلا بازی کرده باشه که خیلی مبتدی باشه ولی خوب کار کرده باشه. درسته، بعضی کارا هم هستش اینطوریه. یعنی گاهی وقتا میخوام اینو بهت بگم، اگه یه هزینه‌ای داشته باشی میخوای صرف فیلم بکنی، قرار باشه بری یه فیلم بخری، پشت فیلمو نگاه می‌کنی، مثلا می‌بینی که پشت فیلم اسم یه کارگردانی هست که نمی‌شناسی، بازیگرایی که نمی‌شناسی، اون فیلمو نمی‌خری و میری فیلمی رو می‌خری که بازیگر معروف داره، کارگردان معروف داره. یا مثلا وقتی می‌خوای بری سینما، ببخشید اشکالی نداره، می‌تونی سایلنتش کنی، مشکل نیست. بله، خیلی ممنون که خاموشش کرد. فکر میکنی که کدومشون برات بهتره؟ مثلا یه فیلمی خورده تو پرده سینما، مال مثلا یه کارگردان قدره، حالا من اسم نمیبرم. نه، ببینید، به هر حال من قطعا کارگردان بزرگ سینما یه کاری وقتی میسازن، من اونا رو خب بیشتر راغبم ببینم. آها. تا اینکه یکی یه خیلی گمنامه، عوامل گمنامی داره. ولی اینو قبول کن که میتونن اونم حرف خوبی بزنن. نه، مطمئنا نمیتون. پس اینو قبول دارید؟ بله. پست مدرن میدونید به سینما، تو سینما به چی میگن؟ ببینید، سینمای پست مدرن سینماییه که بعد از مدرنیته شدن سینما اومد. ولی من بیشتر کارای کلاسیک و بیشتر از اون سبک خوشم میاد. کار کلاسیک. کارای بیلی وسترن دوست داری؟ نه، کارای بیلی وایلدر، کارای هاوارد هایکس که اغلبش، کار جان فورد. جان فورد، چند تا فیلم از جان فورد دیدی؟ من هم بیشتر کارش رو دیدم. میتونی یه دو تا فیلمش رو معرفی کنی؟ خوشای خشم، فیلم دلی جان. دلی جان که فوق العاده است. فکر میکنی که اگه الان چند سالی که گفتی کار ساخت کلیپ رو شروع کردی؟ من الان حدوداً 6 سال. حدوداً 6 سال. نه. وجود مهرداد حامدی توی کار موزیک و موسیقی تأثیری گذاشت در تو به این که بری به این سمت؟ مطمئنا. یعنی حالا اول اون وارد این عرصه شد یا تو؟ مهرداد که خیلی قبل‌تر از من تو کار هنر بود. چقدر اختلاف سنی داری؟ 4 سال. کی بزرگتره؟ مهرداد. بله. فکر می‌کنی که اون تأثیری گذار بود؟
این که من اومدم تو وادی ساخت موزیک ویدیو اینا مطمئنا اون بود که قبلش من کار میکردم با دوستان ولی خودم کار نکرده بودم، نساخته بودم چیزی. ولی مهرتا که پیشنهاد داد من واسه این کار رو انجام دادم. بیشتر دوست دارم که کارهای سینمایی بسازم. کار سینمایی، اولین کار سینمایی که از تو ببینیم اسمش چی خواهد بود؟ طالبش فکر کردی؟ نمیدونم. هنوز در موردش فکر نکردی؟ در موردش فکر کردم ولی اسم براش نذاشتم. میتونی داستانشو بگی یکم از قصه شو؟ دوست داری کار عشقی بسازی؟ دوست داری اصلا اگر باشه یک کار سینمایی به تو محول بشه اون کاری رو که دلت میخواد میسازی یا اون کاری که مردم میپسندن؟ ببینید به هر حال من طرفدار هم سینمای مدرن هستم، سینمای جیمز کامرون، سینمای اسپیلبرگ، هم طرفدار سینمای کیشلوفسکی، طرفدار سینمای عباس کیارستمی. ولی به نظر من فیلم خوبه که این دوتا با هم ترکیب بشه. یعنی اون امکانات، اون چیزهایی که تو سینمای مدرن هست بیاد به کمک سینمای هنری. خب این خیلی خوبه. بعد بیشتر من دوست دارم که تو ژانرهای سورئال کار کنم. سورئال؟ نمیدونم. سورئال الان زیاد مخاطبشو داره؟ ببینید اگه پرداخت فیلم نوعش مهمه، آره نوع کاری که تو میکنی روش، روایت فیلم خوب باشه مطمئنن مخاطبای خودشو داره. پس تو میگی که الان منسوخ نشد؟ نه هست، خیلی ها دارن کار میکنن. خیلی ها دارن کار میکنن، ولی خب الان تو مثلا چند تا فیلم روز دنیا رو میتونی نام ببری که اون سبکی باشه؟ مثلا دیوید لینچ، نمیدونم کار این لند امپایرش رو دیدین؟ نه من نه. ببینید من خودم خیلی از اون کار خوشم نیومد چون خیلی پیچیده بود، ولی کارهای قبلیش کارهای واقعا خوبی بود. درسته. لاست هایوی یا جاده مارولندش واقعا خوشم اومد. پسندید این کار رو. الان بچه ها دارن میگن که ما باید بریم یه استراحت بکنیم. بعد از این استراحت بهت قول میدم که دیگه از این بحثایی که فاصله بگیریم و بریم سراغ سوالات یه مقداری قشنگتر خودمون که به تیپ شخصیتی تو نزدیک میشه. یه سری به LCD بزنیم اگر ممکنه دوستان LCD اگر به من میپیوندن. بله. این شماره پیامک ما 3089-83-89-83. لطفاً عدد 1 رو برای ما SMS بکنید. دوبار SMS نزنید حذف میشید و جوایز ما به 5 نفر 5 دستگاه لپتاپ هدیه میدیم، به 50 نفر 50 تا پکیج طلایی هدیه داده میشه و به 1390 نفر هم 55% تخفیف برای خرید پکیج نقره ایمون. بعد یکم باید جلوتر بریم. ایمیل گروه هنری تصویرسازان رو می‌بینید، tasvirsazan@gmail.com. از طریق ایمیل اگر دوستان بخوان با ما در ارتباط باشن ایمیل ما رو میتونن داشته باشن و سایت ما tasvirsazan.com. و در نهایت اگه لطف کنن شماره ها رو نشون بدن، آدرس فیسبوک تصویرسازان، دوستان که بخوان از طریق سایت فیسبوک با ما ارتباط برقرار بکنن تصویرسازان رو سرچ بکنن ما رو پیدا کنن. و شماره های تماس با تصویرسازان، دوستان که بخوان اسپانسر بشن توی برنامه ما و دوستان که بخوان شرکت داشته باشن میتونن با این شماره ها تماس بگیرن، 0933 495 45 50 تا 54 شماره هایی که دوستان من در تصویرسازان جوابگو هستن برای ارتباط با شما. یک استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم بریم به سراغ سوالات حساس‌تر. بله، امیر عزیز رو در خدمت هستیم. یه سوال دیگه من جا انداخته بودم از سوال قبلی که راجع به کارت بود، راجع به بحث سینما بود که گفتی فعالیت کردی، و اونی که دوست داری که دوست داشتی کدوم یکی از شاهکارهای ایرانی، فیلم‌های ایرانی کار تو باشه. راستش تا حالا بهش فکر نکردم. خب الان فکر کن ما به تو فرصت میدیم. شاید جدای نادر از سیمین.
جدایی نادر از سیمین. خیلی خوب، من راجبش نظر نمیدم چون اصلا تو حوزه تخصصم نیست، طرف نمیزنم، ولی به هر حال برات آرزوی موفقیت میکنم. اهل ریسک هستی؟ کم و بیش. مثلا تو چه حدی کم و بیش؟ راستش من بیشتر عواقب کار میسنجم، یه آنالیز میکنم کارو ببینم معقول هست میکنه انجام بدم یا نه. بعد پس ریسک نمی کنید یه عواقبش در نظر میگیرید؟ به هر حال آدم باید یه سری چیزا رو در نظر بگیره. بعد از اون حالا به هر حال با توکل به خودم میگم. مهرداد حامدی بهت پول داد وقتی بهش کلیپ ساختی؟ راستش من خودم نگرفتم چون برادرمه. چرا نگرفتی؟ مگه تو زحمت نکشیده بودی؟ دیگه به هر حال برادر، خب اونم ریسک کرد به هر حال. کار سپورت به طوری کار ریسکی کرد یعنی از نظر تو؟ چون من تا اون موقع کار کلیپ نداشتم، خب به هر حال میتونست یه نوع ریسک بشه، ولی دیگه به هر حال کار برای برادرم بود، من نمیتونستم ازش مبلغی دریافت کنم. سه تا اخلاق بد مهداد حامدی بود؟ سه تا اخلاق بد؟ سوالای سخت میپرسیم. چرا سخته؟ با تو برادرش نزدیکترین آدم بهشی، بعد ازت راجب خوباش هم میپرسم. یکی اینکه خواننده است، چون باید خواننده ها قاعدتا تو خونه زیاد تمرین کنن. خیلی تو رو اذیت میکنه؟ نه خب شما گفتیم بعد دیگه من مجبورم یه چیزی بگم. نداره خوبه دیگه. والا چی بگم؟ صادقانه اشکالی نداره، چیزی که به نظر میرسه بگم. مهرداد حامدی هم پشت سر تو خیلی حرف رو زدی که میبینی تو برنامهش. یکم عجول. نمیدونم. مهرداد حامدی به نظر تو خوشگله؟ آره. خیلی خوبه دیگه. برای این تو از اون دردیم باید نسیده. میتونستی خیلی معمولیه. محبوب شدن دوست داری یا معروف شدن؟ والا من دوست دارم بیشتر اون حرفی که حرف دلمه رو بزنم. برات مهمی چه اتفاقی؟ برام مهم نیستش عواقبش چیه. زندگی ایدئال از نظر تو چه زندگیه؟ زندگی که به هدفم رسیده باشم. چه فکر می‌کنی به هدفت می‌رسی؟ چند سال وقت می‌خوای؟ نمی‌دونم، بسته به شرایطه. بسته حالا آدم خودش تلاشش رو می‌کنه. ولی دیگه بقیه توی بحث کلیپ قبول داری که الان ما خیلی بحث تقلید اتفاق افتاده تومون؟ تو به عنوان یک سازنده تو خیلی چیزا همینطوره. حالا من می‌خوام به تو بگم تو بحث کلیپ تقلیده یا این یک نوع استفاده از تکنولوژیه که تو انجام میدی ممکنه یه نفر دیگه انجام بده؟ ببین تقلید که هستش، تو سینما هست، تو موسیقی هست، تو میوزیک ویدیو هست، ولی یه موقع هستش بهره گرفتن از یه تکنیک خاصه. بله. بعضی جا هم هستش دیگه عیناً تقلیده، یعنی این تقلیده رو باش مخالفی دیگه تو هم نه؟ قطعاً. اصلا هر کسی که هنرمند باشه با این قضیه تقلید مشکل داره. فکر میکنی حرف میزنی یا حرف میزنی بعد فکر میکنی؟ اول فکر میکنم. اول فکر میکنی. چقدر آدم صادقی هستی؟ 80%. و 20% نیستی؟ یعنی که دروغ میگی دیگه نه؟ بعضی موقع ها، ولی بعضی موقع هم سعی میکنم که کمتر دروغ بگم یا نگم. یا اصلا ولی بعضی موقع ها میگی ولی قبول داری که آدم مجبوره یا همه ی حقیقت رو نگه یه بلاف کوچولو بزنه دیگه. به هر حال جایی یه وقتایی لازم میشه، اشکالی نداره. فکر میکنی که تو کار کلیپ الان که قویه؟ والا بچه ها هستن کار میکنن، کاراشون هم تو لول قابل قبولیه. میخوام ببینم تو کیو قبول داری. میخوام صادق باشی، متواضع باشی و اگه کسی رو میپسندی بگی من اینو میپسندم. آخه یه نفر خاص نیست، بچه ها هستن خوب دارن کار میکنن. کدومشون میپسندی؟ تو بگی من سبک فلانی قبول دارم.
از لحاظ تکنیکی بردن بوشهری خوب دارن کار میکنن، بسیار خوب، خیلی ولی ممنون که گفت. سناریوهایی که واسه کار می نویسن شاید زیاد قوی نمیشه. آره زیاد یه ذره چنگ نظرت دل نزنه. اشکالی نداره، خیلی هم خوب. به نظر تو مهرداد حامدی خواننده خوبه؟ مهرداد حامدی یه خواننده خوبه به خاطر اینکه زحمت کشیده واسه کارش. اوقات فراغت تو با چی پر میکنی؟ اوقات فراغت من شاید با بچه ها بشینیم یه فیلم ببینیم دیگه؟ شاید یه جای تفریحی بریم یه دوری بزنیم. خیلی خوبه. نخواستن مقدمه نتوانستن است؟ نخواستن مقدمه نتوانستن مطمئنن. مطمئنن همین. به پدرتون چی میگین تو و مهرداد؟ چی صداش میزنید؟ میگید بابا؟ بله. هر دوتون؟ هر دو. تو بیشتر حرف بابا تو گوش میکنی یا مهرداد؟ جفتمون زیاد گوش نمیکنیم. اینجا زیاد خوب نیست. چون خیلی پدرم موافق نبودش که ما تو زمینه هنر فعالیت کنیم، ولی خب برخلاف نظر، البته الان نظرشون عوض شده. چون شکر خدا یه سری از موفقیت‌ها که تو ما دیدن یه جورایی یه ذره نظرشون عوض شد. بله بسیار خوب، خیلی ممنون که به برنامه خودت اومدی. ازت تشکر میکنم، برات آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که یه روزی تو کار خودت تو هر زمینه‌ای که بودی بهترین باشی. دوست داری که اگر خواستی یه روز دوست داری الان برای کی کلیپ بسازی؟ دو هنرمند. ببین من از بچگی من از آقای ابی خوشم میومد، یعنی با آهنگای ایشون بزرگ شدم. این علاقه هم یه جورایی میشه گفت خانوادگی بود. بعد دوست دارم یه روز برسه که واسه ایشون برایشون کلیپ بسازم. امیدوارم که توی هر زمینه‌ای که هستی موفق باشی و با آرزوهات برسی. اگر حرفی هست فکر می‌کنی نگفته‌ای داری من میشنوم. راستش این حرفایی که الان میخوام بگم شاید یه ذره کلیشه باشه. چون خیلی ها این حرفا رو میزنن، ولی خب آدم‌ها معمولا وقتی یه استیج گیر میارن، یه تریبون گیر میارن، شاید کوچیک‌ترین کاری که میتونن واسه عزیزشون، واسه کسی که حق گردنشون داره انجام بدن، اینه که از پشت اون تریبون حداقل یه تشکری بکنن. بله میتونی با دوربینت ازش تشکر کنی. یه تشکر ویژه از مادرم دارم، چون بیشترین کمک رو ایشون به من کردن، همچنین پدرم، از دوستان عزیزی که به من کمک کردن. اسم نمیبرم چون خودشون میدونن، اونایی که کمک کردن خودشون میدونن کیا هستن. از خانواده‌ام، برادرم، برادرام، خواهرم، به هر حال یه تشکر کلی دارم از شما که این خواهش میکنم وقت در اختیار من قرار دادیم. ایشالله که همه به آرزوهای قشنگشون برسن. ما هم برای تو آرزو میکنیم که به آرزوهات برسی و تو همه زمینه ها موفق باشی. یک پکیج برای تو در نظر گرفته شده که دوست عزیزم اینو ببرنن. این پکیج طلاییه، مال اسپانسر برنامه ماست، شرکت تاپ سیلور، که به شما هدیه کرده. هدیه ناقابلیه، امیدواریم که شما بپسندین. بریم به سراغ LCD. من یه سری نکته رو LCD توضیح بدم، بعد از حضور شما مرخص میشیم. بله، شماره های تصویر سازان رو میبینید؟ میدیدید البته. الان با ایمیل تصویر سازان هستش، tasvirsazantv@gmail.com، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر دوستان که از طریق ایمیل با ما همراه باشید، در مرحله بعدی وارد احتمالاً سایت میشیم، tasvirsazan.com، اخبار و فعالیت هایی که داره انجام میشه توی گروه هنری تصویر سازان از طریق سایت میتونید پیگیر بشید. آدرس فیسبوک تصویر سازان، اگر که بخواید از طریق فیسبوک با ما ارتباط برقرار بکنید، میتونید که تصویر سازان رو سرچ بکنید و ما رو پیدا کنید. و شماره های تماس با تصویر سازان برای اسپانسر شدن و شرکت در برنامه های ما 0939 495 45 50 54. شماره پیامک، آخرین نکته‌ای که من خدمت دوستان عرض می‌کنم، 3089-83-89-83. لطفاً عدد 1 رو برای ما اس ام اس بزنید. دوباره اس ام اس نزنید چون حذف میشید.
5 دستگاه لپتاپ بهشون با عزیزان هدیه میشه، 50 عدد پکیج طلایی به دوستان عزیز هدیه میکنیم و به 1390 نفر 55% تخفیف ویژه برای تهیه پکیج نقره. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون، از شما تشکر میکنم. به دلگرمیت محتاجم، منو آروم کن مثل همیشه. خدا نگهدار. به دلگرمیت محتاجم، بازم از دنیا دلگیرم، ولی با عشق تو زندم که جون تازه میگیرم. تحمل میکنم با تو بار دنیا که سنگینه، تا گرمی تو هست قلبم زمستونو نمیبینه. تو صفه بودنت باشه، زیر آبار نمیمونم با تو، فریاد آوازم نباشی بغض پهونم. منو آروم کن مثل همیشه، با اون لحنی که مخصوص صداته، بگی ترس وجودم رو باشگی که میبینم همیشه تو چشات. همه دنیا با من بچه نمی ترسم، خوبیه تو به دنیایی میرسه، خودم رو میسارم دست نگاهت، تو تقدیرم با تو خوشبختی. بیمرزه بیمرزه.